سلام دوستان گرامی، وقتی همه بخیر. امیدوار هستم زندگی خوب و خوشی داشته باشید. دوستان گرامی، در این ویدیو خدمت شما یکی از نخبه هایی که چهره سیاسی جهان را تغییر داد به معرفی می‌کنم. او کسی نیست جز انگلا مرکل، صدر اعظم سابق آلمان، زنی که چهره سیاست را تغییر داد. آلمان و جهان دستخوش دوران پسا مرکل، ستاره ماندگار دنیای سیاست. دوستان گرامی، اگر این ویدیو مورد پسند شما واقع شد و تا هنوز کانال یوتیوب شهروند را سابسکرایب نکرده اید، به خاطر حمایت بیشتر سابسکرایب نمایید. تا پایان ویدیو با ما باشید. انگلا مرکل، صدر اعظم سابق آلمان، یکی از برجسته ترین و کلیدترین سیاستمداران ادوار تاریخ به حساب می آید. نخستین زن صدر اعظم آلمان پس از 16 سال رهبری دولت آلمان، یکی از قطب‌های بی‌چون و چرای سیاست و اقتصاد در جهان کنونی، از دنیای سیاست کنار رفت. مرکل با انبوهی از موفقیت‌ها و البته بزعم طیفی از منتقدین و صاحب نظران دنیای سیاست، ناکامی‌ها در عالم سیاست داخلی و خارجی و همچنین در فضای امرا با خوشنودی و رضایت جمعی از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم سرزمینش و در میان اندوه جامعه بانوان، جوانان آلمان و اتحادیه اروپا دولت را رها کرد. تلاش کرده ایم نگاه جدیدی از دریچه کمتر دیده شده به زندگی مرکل، یکی از نخبگان جهان امروز، داشته باشیم. آلمان و جهان دستخوش دوران پسا مرکل. آلمان به عنوان وسیع‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد منطقه یورو، یکی از 5 ابرقدرت اقتصادی جهان، در کنار نقش بسیار حیاتی و مهمش در فرایند تصمیم سازی سیاسی در اتحادیه اروپا، همواره اهمیت ویژه‌ای در جهان داشته است. طوری که ترکیب و ساختار سیاسی دولت آلمان برای عموم تصمیم گیران سیاسی در عرصه بین‌المللی مهم و تحلیل رفتارها و نگرش این غول صنعتی و سیاسی در پیشبینی تصمیمها، از مهمترین کارهای تحلیلگران سیاسی کشورها محسوب می‌گردد. نزدیک به 16 سال صدارت عظمای مرکل در جمهوری فدرالی آلمان باعث افزایش ثبات و نقش پذیری سیاسی این کشور در اتحادیه اروپا و حتی محیط جهانی شده است. لذا مسئله مهم با اعلام تمایل وی برای خروج از فعالیت‌های سیاسی تا سپتامبر 2021، پیشبینی وضعیت سیاسی این اقتصاد بزرگ جهانی را برای تمامی کشورهای صاحب تصمیم در سطح بین‌المللی سخت و دشوار نموده است. به زعم بسیاری از کارشناسان دنیای سیاست و اقتصاد، تجسم آلمان و اتحادیه اروپا بدون مرکل دور از حد تصور و بسیار شوکه کننده خواهد بود و خروج وی از دایره تصمیم گیری برای اروپا قطعا تبعات بسیار به همراه خواهد داشت که پیشبینی آنها بسیار دشوار خواهد. مرکل پس از سقوط دیوار برلین در سال 1989 میلادی وارد سیاست شد. مرکل با بدست آوردن ریاست حزب اتحادیه دموکرات مسیحی، اولین صدر اعظم زن آلمان، یکی از چهره های برجسته اتحادیه اروپا پس از انتخابات ملی سال 2005 است. مرکل با عقیده دوستان و نزدیکان وی، ایدئولوژی نزدیک با حزب سبز ها داشت. وی تا سال 1990 در اداره مطبوعات و اطلاعات آلمان فعالیت کرد. مرکل در همان سال عضو حزب دموکرات مسیحی و سپس به عنوان نماینده این حزب وارد مجلس آلمان شد. در جنوری 1991 هلموت کل،
صدر اعظم وقت آلمان او را به سمت وزیر بانوان و جوانان منصوب کرد. از سال 1994 تا 1998 نیز ریاست وزارتخانه محیط زیست، حفظ طبیعت و امنیت راکتور بر عهده مرکل بود. وی تا سال 2000 در برکل و در ادامه ریاست فدراسیون حزب دموکرات مسیحی مجلس را بر عهده گرفت. این حزب در ماه‌های بعد توانست نتایج خوبی در انتخابات کسب کند. نقطه عطف در مسیر شناخت و تمایل مردم آلمان به مرکل خدمات ارزنده او در وزارت بانوان و جوانان بود. مرکل قوانین و مصوبات بسیار سودمند برای بهبود سطح کیفی جوانان و زنان در آلمان صادر کرد. موانع موجود در مسیر کیفیت تحصیل و بیمه درمان و آتیه زنان آلمان تا سرحد امکان برطرف کرد و درنمای بسیار زیبایی از آینده جوانان و زنان برای آنان ترسیم کرد. سرانجام او حیاتی ترین و مهمترین تصمیم زندگی خود و می توان گفت دو نسل از آلمان فدرال را عملی کرد و نامزد انتخابات شد و در انتخابات سال 2005 مرکل صدر اعظم گرهارد شرودر را شکست داد و تنها با 3 کرسی برنده شد و پس از اینکه اتحادیه CDU یک توافقنامه ائتلافی با سوسیال دموکرات ها تصویب کرد، اولین صدر اعظم زن در آلمان شد. مرکل همچنین نخستین شهروند سابق جمهوری دموکراتیک آلمان است که آلمان متحد را رهبری می کند و نخستین زنی است که رهبری آلمان از زمان تبدیل شدن آن به یک دولت مدرن در سال 1871 را در دست دارد. از سال 2005 تا دسامبر 2021 انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بود. دوستان گرامی، این بود مختصر معلومات جمع‌آوری شده درباره زندگی انگلا مرکل صدر اعظم سابق آلمان. امیدوار هستم مورد پسند و لطف شما دوستان گرامی قرار گرفته باشد. تا ویدئوی بعدی، دیدار بعدی، بدرود.